خیلی اوقات ممکنه که شما نیاز داشته باشین که وقتی وصل میشین به لینوکستون از راه دور بخواین یه سری کارهایی رو انجام بدین که اون کار پروسش پروسه طولانیه و زمان بره و ممکنه که توی حین اجرای اون کار حالا ارتباطتون قطع بشه، یا یعنی اینکه مثلا بخواید سشنتون رو ببندین بعدا دو مرتبه برگردین و ادامش رو کاراش رو ببرید جلو. و اینها شما به صورت دیفالت از طریق خود SSH نمیتونید این کار رو بکنید، چون SSH سشن شما رو حفظ نمیکنه. وقتی که ارتباط SSH شما حالا به خاطر مثلا network interruption باشه یا بخواد مثلا به هر دلیلی ارتباط شما قطع بشه، اون سشن از بین رفته و دیگه به این آسونی ها نمیشه برش کرد. برای این مدل نیازها یک ابزارهای وجود داره، معروف ترین اونها اسکرین و تیماکس هستن، که از اونجایی که تیماکس امکانات خیلی بیشتری داره و خیلی خوش ساختر پیاده سازی شده، من دوست دارم که توی این دوره در مورد تیماکس صحبت بکنیم که میتونیم ما بعد از اینکه به لینوکس ما متصل شدیم یه سشن تیماکس برای خودمون درست بکنیم. برای این سشن ها حالا میشه اسم گذاشت، میشه توش چندین ویندو تعریف کرد، حتی چند نفر میتونن همزمان به یه تیماکس وصل بشن از جاهای مختلف و همزمان ببینین که مثلا دوستتون یا اون همکارتون حالا داره تایپ میکنه، شما هم ببینین که داره تایپ میشه و خروجی ها رو با هم چک بکنید. به سراغ سرورمون میریم. من یه دونه پاتی باز میکنم، سند 268-127 به پورت 22-322 یوزرم و پسوردم رو وارد میکنم. میام کامند تیماکس رو میزنم، با کامند با آپشن لیست داش سشن میتونم ببینم که چه آپشن های چه سشن های الان باز هستن، که الان میبینم که آپشن الان انگار سشن بازی وجود نداره. میزنم tmux فاصله new dash session فاصله dash s مثلا همین. خب من الان به سشن tmux هم متصل شدم و الان اینجا برای خودم یه سشن جدیدی درست کردم. فرض بکنید که من میخوام یه کار طولانی رو انجام بدم، مثلا اینکه یه حلقه‌ای دارم از 1 تا 1,000,000 قرار تکرار بشه، دو اکو دالر آی، و بینش هم دو ثانیه استراحت میکنم. خب مشخصه که این قرار خیلی زمان ببره اجراش. من الان میتونم این سشن لینوکس هم، این سشن SSH هم که از طرف پاتی زدم رو ببندم و بعد دوباره بیام متصل بشم و ادامه اون کامند رو ببینم. میگم tmux، این بار برای وصل شدن به سشن قبلیم میزنم tmux فاصله attach، به جای آپشن اسم این بار میگم dash t target یا ترمینال. همین میبینید که الان من تونستم دوباره برگردم به ترمینال قبلی. کنترل b دی خالی رو میزنم، دی attach میشم، دوباره میتونم tmux attach dash t همین بزنم و متصل بشم. دو مرتبه کنترل b دی اتچ. حالا tmux list dash session بزنم، اینجا میتونم ببینم الان چه سشن های بازی وجود داره. الان یه دونه سشن به اسم حمید فقط وجود داره که من میتونم به این اتچ بشم. دو مرتبه اتچ میشم، میتونم اتچ رو کامل هم ننویسم، اون یه ایتی خالی هم بنویسم هم کافیه. حمید با کنترل بی سی من میتونم یه ویندو جدید کرییت کنم. الان من توی یه ویندو جدیدم، میتونم کد رو بی بزنم n
برم next window، دوباره b n next window. الان من بین دو تا ویندو هی دارم جابجا میشم. با کنترل b n میتونم برم next window، با کنترل b میتونم با کلید p میتونم برم previous window. کنترل b n، کنترل b p. الان من چون دو تا ویندو دارم خیلی فرقی نمیکنه واقعیتشون، هم next رو بزنم هم previous رو بزنم جفتش میره عملا ویندوی قبلی و بعدی جفتش باز واقعا یکی میشه، مگر اینکه مثلا سه تا ویندو داشته باشم. من کنترل b c میزنم، الان من سه تا ویندو دارم. هم میتونم با کنترل b n جابجا بشم، هم میتونم کنترل b رو بزنم بعد w بزنم لیست ویندوهامو برام بیاره. صرف 1 2 میگم صفر. کنترل b w دوباره 1، کنترل b w دوباره صفر. به این صورت بین ویندوها جابجا بشم. یا مثلا دوباره برم کنترل b n توی ویندو دومم، با کنترل b درصد بیام اسکرینمو یا بهتر بگم ویندوامو به صورت عمودی نصف کنم. با کنترل b چپ میتونم برم اروکی سمت چپ، میتونم برم ویندو چپ، کنترل b اروکی سمت راست برم راست. اگر مثلا افقی هم داشته باشم که میتونم با کنترل b دابل کوت بیام یه ویندو افقی درست کنم، دوباره کنترل b کلید جهت سمت چپ، کنترل b دابل کوت بیام 4 تا ویندو داشته باشم که میتونم بیام چیکار بکنم. میتونم مثلا با این 4 تا ویندو میتونم وصل بشم با 4 تا سرور مختلف، بعد تایپ کردنم و تو این 4 تا ویندو سینک بکنم با هم، که مثلا وقتی دارم مثلا یه کامند رو اجرا میکنم رو هر 4 سرور همزمان این اتفاق بیفته. اگه بخوام این کارو بکنم کافیه بزنم کنترل b کلون set synchronization panes بوداره synchronize dash panes on. بعد من اینجا اگر نشد خب میتونم با کامند کنترل b کلون set synchronize dash panes on میتونم وقتی همزمان تایپ میکنم توی 4 تا ویندو مختلف هم این کار انجام بدم. مثلا اگرم یام اینستال مثلا پی اس میسک بنشونه، یا بعد این که دوباره میخوام اینو استاپ کنم دوباره کنترل b کلون set synchronize panes off، بعد اون وقت دوباره من برمیگردم به یه ویندو. برای بستن هر کدوم از ویندو کنترل b x yes، کنترل b راست، کنترل b x yes، کنترل b کنترل b x yes. به این صورت میتونم این ریجنایی که توی ویندو باز کردم رو ببندم. با کنترل b d میتونم d اتچم دو مرتبه، یا میتونم بیام دو مرتبه یه دونه سشن جدید درست کنم dash s مثلا new session. خب اینجا من الان فقط یه ویندو بیشتر ندارم. توی خود محیط تیماکس شما میتونید بین سشن ها هم جا به جا بشین. کنترل b s میتونید ببینید که الان دو تا سشن داریم، سشن حمید، سشن نیو سشن. من میرم مثلا سشن حمید. کنترل b w میتونم حالا بین ویندوهای سشن حمید جا به جا شم، یه دو مرتبه کنترل b s به سشن نیو سشن جا به جا شم و اینجا اگر ویندوی داشته باشم به این صورت. خب این هم بود از توضیحات تیماکس. فقط این نکته هم یادآوری بکنم که اگر شما کامند تیماکس رو روی توضیحتون ندارید میتونید با کامند yum install tmux این پکیج رو نصب کنید. من همینجا این بحث رو تمام میکنم و فصل بعدی رو در ویدیوی بعدی ضبط میکنم. مرسی.